قبل از اینکه صحبت‌های خانم ساتوده رو بشنویم یه چند کلامی برای ما داشته باشم، برای اینکه لبخندی به روی لب خود ایشون هم آورده باشیم، تولد میکنم از آقای زورو. زورای عزیز ما برای شعرخونی هر جلسه از اصفهان میاد که روشن از ما نمیستونه. آقای جعفری یک لباس برای ایشون طراحی کرده. آقای جعفری تبریک. ای مشاهی دست از تنبان یوسف باز کش، ای مشاهی دست از تنبان یوسف باز کش، تا زورو کاپیشنش را سوی سمنان آورد. من این شعر رو بعدی نمیشتم ولی عمدن میزنم لای کتاب، یعنی من کتاب دارم. سلام شیخ حسن، سلام ها شیخ حسن، اهلا و سهلا، زمانی گوش ده بر گفته من. زورو گردد فدای شاکلیدت، شود قربان آن چیز سفیدت. نه اشتباه نکنیم منظور زورو گردد فدای شاکلیدت، شود قربان آن چیز سفیدت. ندارم مشکلی من با عبایت، ندارم کار با آن وعده هایت. همه گویند او شیخی مفید است، تضاد است این و خیلی هم بعید است. زورو این بحث را اصلا ولش کن، بیا شعر خودت رو کاملش کن. تو هم شیخا شطور دیدی ندیدی، که گویم با تو در بیت جدیدی. از آن بابت که شیخ اعتدالی، تو میدانم که خیلی اهل حالی. به روی زانویم بنشین تو چندی، که تا گویم تو را رندانه پندی. اگر از لطف سید محمد خواه که میارن تمیش را در اینجا، و یا با پشتبانی های اکبر که رفتن جانیش آمد در این ور. خلاصه گر که از الطاف اینان، ز صندوق آمدی بیرون حسن جان. شده حالا اگر که خوش به حالت، چنان کن تا که بعد از 4 سالت، و یا هم احتمالا دور بعدی، نگویندت چنین از قول سعدی. شنیدم گوسفندی را بزرگی، رهانید از دهان و چنگ گرگی. شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید. که از چنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. مثنوی خرس و اژدها رو میخونم از دفتر هفتم مثنوی. البته حافظم کمک به مولوی داده. اژدهای خرس را در میکشید، اژدهای خرس را در میکشید. شیخی از ترسش روی شاخی پرید. چون که شد شیخ کذا دور از جدار، شد درختش چون مناره او بلال. شیخ ما چون بود شیخی منبری، شد زبانش جرم در افسونگری. با زبان چرم بود شیخ، چون قصد کمی تفریح داشت، شاخ توی دیب آن خرسک گذاشت.
با زبان چرب و گرم و نرم خود گفت هی لنگش کنند بالای گود. با موبایل چینیش آن پیر زود پخش کرد از بحر او صد نو سرود. از شاخان شیخ و از آن وزدهار خرد شد با اژدها در یک جوان. شد دو دست خرد بر زانوش چفت اژدها هم زیر یک هم را گرفت. خرد افتاد این چنین توی هچل دست او کوتاه و اژدر چون دکل. گرد بعدش خرد را بر روی پل گاب خردک زاید از این پس دقل. شیخ هم جبدیر با صد شور و شوق دست بر پا میزد و میکرد ذوق. چون رسول خادم و همچون بنان داد میزد که فلان کن ای فلان. خرد خر شد پیش اژدر شد ذلیل همچون مور افتاده شد در پای پیل. این شعر اصلا واقع بحشه. خرد خر شد پیش اژدر شد ذلیل همچون مور افتاده شد در پای پیل. اژدها آن خرد را از هم درید گور بابایش هم البته کرد. خرد غلطان توی خاک ریخ توی خون ریخته خشتکش در گردنش آویخته. اژدها هل من مبارزگوی بود تازه در وجد آمد از پخش سرود. خشتک آن خرد چون شد چاک چاک شیخ برجست از درخت و زد به چاک. الغرض القصه که این داستان در حقیقت نقد حال ماست. آن اژدهای قصه این تحریم هاست. اژدهای قصه این تحریم هاست. خرد هم ماییم و این هم روز ما. من نگویم شیخ در این قصه چیز. نگویم شیخ در این قصه چیست چون که چیزم سایز یک نوشابه نیست.